شاید هیچ چیز به اندازه تزیینات سلطانیه رسالت فکری هنرمند را نشان ندهد و تنها همین تزیینات است که در وهله نخست چشم بیننده را خیره می کند و نحوه تفکر هنرمند زمان را برای بیننده به روشنی باز می گوید. دیوارهای داخلی بنا طرح‌هایی به نام خط بنایی با ترکیب کاشی آبی رنگ و آجر، کلمات الله، محمد و علی و تلفیق کلمات محمد و علی و ترکیب‌های پیچیده هندسی از کلمه علی ساخته شده است. طرح‌های نهفته در تزیینات کلمات الله به عنوان علت غایی جهان هستی، محمد به عنوان بنیانگذار مکتب، دین و آیین و مذهب و علی به عنوان مظهر حکومت عدل الهی با خط تزیینی به بیننده القا می شود. سلطانیه بر اساس طرحی از آرامگاه غازانخان و آرامگاه غازانخان نیز از بنای آرامگاه سلطان سنجر سلجوقی الهام گرفته شده است. با این تفاوت آشکار که پلان و نقشه آن دو آرامگاه به شکل مربع و گنبد سلطانیه کثیرالاضلاعی هشت ضلعی است و ابتکار، نوآوری و خلاقیت در آن بنا را به یکی از شاخص‌ترین بناهای دوره اسلامی در جهان بدل کرده است. مشهور است که گنبد کلیسای سانتا ماریا دل فیوره در فلورانس ایتالیا با تقلید از معماری گنبد سلطانیه و حدود 100 سال پس از بنای آن ساخته شده است. سطح سوم غرفه‌های شبیه طبقه دوم که بر روی نمای خارجی بنا ایجاد شده و دشت پیرامون در برابر آنها زیبایی خاص و چشم نوازی گسترده است، محل تجمع علما و طلاب علوم دینی بوده است. دوران صفویه این غرفه ها را به اتاق تبدیل ساختند که مورد استفاده طلاب قرار گرفت. Thank you.
گنبد سلطانیه 110 پله دارد که در حروف ابجد مترادف با نام علی است. چشمنداز این بالکن ها که به دشت های سرسبز وسیع منتهی می شوند از نظر حظ بصری فوق‌العاده زیبایند و نورگیرهایش مبهوت کننده هند. علاوه بر این که نورگیرها به مثابه ساعت آفتابی برای انجام امور مذهبی در وقت مقرر عمل می کنند. هرگاه نور از نورگیر در روزن گنبد اصلی بتابد هنگام اذان ظهر است. نوری که از پنجره‌های بزرگ می‌تابد ساعت را نشان می‌دهد و نور پنجره‌های کوچک دقایق را به نمایش می‌گذارد. یکی از ویژگی‌های هشت ضلعی بنا را از نظر معماری همین ویژگی سنجش زمان دانستند. هر یک از این اضلاع هشتگانه به مناره‌ای ختم می شود که به باور و دریافت بسیاری به عنوان مأذنه برای پخش اذان در همه سمت‌های گنبد است و برخی نیز افزون بر این باورند که از حیث هنر معماری این مناره‌ها به عنوان پیشمرگ و فدایی تلقی می شدند تا به محض وقوع زلزله فرو ریزند تا آسیبی به بنا نرسند. گرچه شهر سلطانیه پس از مرگ سلطان محمد خدابنده دیگر اعتبار خود را به عنوان پایتخت ایلخانان مغول از دست داد، اما گنبد سلطانیه به اعتبار عظمت، شوکت و شگفتی‌های معماری منحصر به فردش همچنان نام سلطانیه را زنده نگاه دارد. آسمانم، حوادث، وقایع و خاطرها لبریز در انبانم. من ناظر و شاهد رخدادهای تاریخ در سراسر ایرانم. قدم تو هم چمش ره اجل تو هم چو مغرب سوی آسمان دیگر که به آسمان که به آسمان نماند.